سلام به شما هموطنان عزیزم، به خبر نیمروز خوش آمدید. تلاش مستمر راهداران برای بازگشایی جاده‌های روستایی در کوهرنگ، لرستان و اصفهان با وجود کولاک‌های پیاپی و امداد هوایی به مناطق برفگیر، بارش‌ها سرچشمه زاینده رود را پرآب و سیلاب را در مسیر رود در اصفهان جاری کرد. 115 متر مکعب در یک پیک سیلابی در رودخانه زاینده رود در حرکت بود. ورود ایران به باشگاه سازندگان دستگاه آزمایش قطعات هواپیما، متخصصان دانش بنیان در عرض 6 ماه با قیمت کمتر از نمونه مشابه خارجی دستگاهی بومی ساختند. افزایش شمار جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 43800 نفر. نبود آب و برق و سوخت در مناطق زلزله زده ترکیه افراد نجات یافته را به ترک دیار مجبور کرده است. فارغ التحصیلی دانشجوی 91 ساله از دانشگاه ارومیه غلامرضا کریم الهی در مقطع دکتری رشته زبان ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. امید در زندگی هست، تا آخرین نفس باید تلاش کرد و هیچ چیزی هم به زحمت نمیدن با آدم. و در میز اقتصاد بررسی میکنی بیمه 2,700,000 روستایی و عشایر در مناطق کمتر از 20,000 نفر جمعیت با کمترین هزینه پرداختی تا پایان سال. برنامه دولت برای تکمیل پوشش بیمه های درمانی در کشور چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، به این بخش خبری خوش آمدید. بعد از گذشت چند روز از بارش سنگین برف در شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری، با توجه به مساعد شدن نسبی شرایط جوی، از امروز کمک رسانی به صورت هوایی نیز آغاز شده. همچنین نیروهای امدادی با استفاده از 55 دستگاه ماشین برف روب توانستند راه‌های ارتباطی چندین روستای دیگر این شهرستان را نیز بازگشایی کنند. تلاش برای بازگشایی راه‌های ارتباطی باقی استان‌ها نیز ادامه دارد. با وجود تمام تلاش‌ها، اما امکانات و ماشینالات موجود جوابگوی ارتفاع 2.5 متری برف در شهرستان کوهرنگ نیست. لودر می‌خوایم، بولدوزر می‌خوایم، گریدر می‌خوایم. می‌طلبه که مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری نیم نگاهی داشته باشن به این شهرستان و استان چهارمحال بختیاری. مهمترین نیاز کوهرنگ ماشینالات و تجهیزات بروز و جدید برای برف‌روبی است که به این شهرستان گسیل شده. شیراز قربان لودر رو بردیم، از لشکر هشت نجف آباد اصفهان اومدیم، بارمون هم بولدیزره. یک دستگاه لودر 470 جهت کمک رسانی هموطنان کوهرنگ اعزام شدیم خدمتون. بسته های معیشتی و غذایی هم در راه است تا بین مردم گرفتار در برف توزیع شود. 500 بسته معیشتی خاص دهستان موگویی، 1000 بسته معیشتی خاص بقیه شهرستان کوهرنگ و 1000 بسته 72 ساعت. تمام دستگاه‌های امدادی خدماتی حتی نظامی انتظامی در حال برفروبی و پاکسازی معابر و خانه‌ها هستند. قریب به 30 گروه جهادی هستند که در حال حاضر در حال تخلیه منازل و برفروبی منازل هستند. هر جایی که نیاز باشه ما هم بحث برقراری نظم و امنیت و هم بحث کمک و مردمیاری در خدمت مردم عزیز هستیم. وزیر کشور هم دستور داد هر آنچه برای رفع گرفتاری مردم کوهرنگ در برف نیاز است سریع تامین شود. از خوزستان دارن کار میکنن برای اینجا، از لرستان دارن کار میکنن، از اصفهان دارن کار میکنن، همه یه مجموعه هستیم، یه پیکر واحد هستیم. با تمام احوالات حجم سنگین برف در کوهرنگ نهایت تا 72 ساعت آینده از چهره شهر و روستاها کم و کمتر خواهد شد و زندگی عادی به مردم این شهرستان برخواهد گشت. الان نزدیک 34 دستگاه ماشینالات مختلف به استان رسیدن و همچنین تقریبا نزدیک 34-35 نفر از همکاران از استانهای دیگه اومدن به کمک استان و دارن کارشون انجام میدن. البته نشست مدیریت پیشگیری از بحران استان چهارمحال بختیاری هم با حضور وزیر کشور تشکیل شد.
اعتبارات مناسبی هم برای سال آینده جهت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در استان چهارمحال بختیاری پیش بینی شد. وزیر کشور در ادامه سفر به شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری با بالگرد برای بررسی بیشتر وضعیت عازم بازوفت شد. مهرزاد شریف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کوهرنگ. سازمان هواشناسی امروز برای بخش‌هایی از نیمه شرقی کشور بارش‌های پراکنده پیش بینی کرد. در مناطقی از شرق و جنوب شرق کشور نیز شاهد وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهیم بود. طی امروز بعد از ظهر و اوایل شب همچنان شاهد بارش‌ها در بخش‌های شرقی سواحل دریای خزر و در بخش‌های نوار شرقی کشورمون برای استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی هستیم. علاوه بر این مناطق، بارش‌ها را در بخش‌های از استان فارس، جنوب یزد و بخش‌های شمالی استان کرمان هم شاهد خواهیم بود که در ارتفاعات و مناطق سرسی بارش‌ها به شکل بارش برف. با توجه به وزش باد، کولاک برف رو شاهد هستیم و با توجه به اینکه در مناطقی که بارش برف رو داشتیم و برف در این مناطق حاکم الان، احتمال ریزش بهمن وجود داره، لذا به کوهنوردان توصیه می‌کنیم که از صعود به ارتفاعات خودداری کنند. طی این مدت در بخش‌های شرق و نواحی جنوب شرقی کشورمون هم در بعضی از ساعات وزش بادهای شدید پدیده غالبه. در مناطقی که بارش رو نداشتیم، این وزش بادهای شدید سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه. تا سه روز آینده به سبب وزش باد خلیج فارس مواجه. ورود ظرفیت‌های جدید امدادی و خدماتی نیروهای مسلح به زلزله زدگان خوی. با تجهیزات کامل نیروهای سپاه و ارتش، امدادرسانی به زلزله زدگان خوی سرعت بیشتری به خود گرفته. فرمانده کل سپاه هم دومین بار در دو هفته گذشته به خوی سفر کرد. در زلزله خوی ارتش و سپاه به عنوان دو بازوی توانمند همت و غیرت در کنار مردم و برای مردم خدمت رسانی می کنند. از امداد رسانی گرفته تا خدمات درمانی، ارتشیان و سپاهیان با تمام توان پای کار آمدند. از لحظه ای که اتفاق افتاد، این زلزله در منطقه اتفاق افتاد، خب سپاه پاسداران با تمام قوا، هم یگانهایی که در منطقه داشتن و هم یگانهایی که نیاز بود از استان دیگه اینجا بیان برای کمک، ورود پیدا کردن. برای خودمون وظیفه دونستیم که در کنار هم‌نوعانمون باشیم و هر اندازه که میتونیم براشون کمک بکنیم. بلافاصله بیمارستان 50 تخت خوابی فوق تخصصی رو در منطقه ایجاد کردیم و بعد پرداختیم به اسکان موقت مردم، نه کم بلکه جاهای دیگر. بعد از اسکان موقت خو آوار برداری ها رو شروع کردیم. ارتش با برپایی بیش از 15 اردوگاه اکثر نیازهای زلزله زدگان را تامین می کنند. چادر ارتش آورد، امکانات ارتش آورده، صبحونه و نهار شام رو ارتش تامین می کنه. خدمات رسانی در دورترین نقاط روستایی زلزله زده در دستور کار سپاهیان و ارتشیان قرار گرفته است. 5000 غذا نهار پخت میشه، نونوایی های سیار رو انتقال دادیم اینجا داره پخت میشه، سرویس های بهداشتی رو گفتیم انتقال پیدا بکنه اینجا مستقر بشه. در حال حاضر این که مجموعه که به کار گرفتیم عرض می کنم که مشتی از خلوار است، یعنی به عنوان پیشرو یگان های امداد درمان هستن. سپاه از لحظات اولیه اومده واسه کمک، واسه آوربرداری اومده، تشکر میکنم ازش. وزیر آموزش و پرورش در سفر به قم با حضور در بیمارستان شهید بهشتی از دانش آموزانی که دچار مسمومیت شده بودند عیادت کرد. آینوری ضمن عذرخواهی از خانواده ها قول پیگیری این موضوع را داد. حادثه مسمومیت دانش آموزان قمی از آذر ماه در برخی از مدارس دخترانه قم تکرار شده که نگرانی دانش آموزان و والدین آنها را در پی داشته است. در رابطه با علت این عارضه، این موضوع، تیمی رو تعیین کردن با مدیریت معاون درمانشون، کمیته ملی ویژه‌ای رو که با متخصصین و بخش‌های مختلف کار تکمیلیشون داره انجام میشه. من از خدای وزیرم سوال کردم، یه سری آزمایشات دارن که دادن به مراکز آزمایشی یا انستیتوهای مهم کشور دارن انجام میدن و دیگر مجموعه هم دارن بخشای دیگر رو بررسی میکنن که ما منتظر نتیجه قطعی هستیم.
عمومی‌سازی دستگاه آزمایش قطعات هواپیما با تلاش متخصصان یک مجموعه دانش بنیان، محصولی که پیش از این کشورهایی چون آمریکا، چین و روسیه صاحب فناوری آن بودند، اما اکنون با هزینه کمتر تولید و از واردات نمونه‌های مشابه جلوگیری می‌شود. هر قطعه‌ای که بر روی هواپیما نصب میشه، موتور یا حتی مخزن سوخت هواپیما قبل از نصب باید تست بشه تا پرواز مطمئن باشه. حالا یک شرکت دانش بنیان دستگاه تست قطعات هواپیما رو تولید و بومی کرد. آمریکا این دستگاه رو تولید میکنه، روسیه هست و چین هم این دستگاه رو تولید میکنه. ما هم کشوری هستیم که دستگاهمون کیفیت بالایی داره، با دستگاه اینها رقابت میکنه. قیمت ساخت متفاوت، قیمت ها از چند صد تا چند میلیون دلار هست. مراحل ساخت دستگاه هم متفاوته. پس از انجام بازاریابی و نیازسنجی مشتری، ما طراحی رو انجام میدیم، بهینه‌سازی طراحی انجام میشه و تحویل دهیش به شرکت های هواپیماییش انجام میشه. ساخت هر دستگاه هولوش 6 ماه زمان میبرد. دستگاه تست قطعات هواپیما نسبت به نمونه خارجی قابلیت هایی داره. از دو نوع دیجیتال و آنالوگ استفاده میکنیم برای چک کردن خروجی های تجهیز. توی دستگاه خارجی معمولا یا دیجیتالش هست یا آنالوگش هستش، که اگر اون تجهیز از کار بیفته یا معیوب باشه یا کالیبره نباشه ممکنه خطا بده توی دستگاه. معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری میگوید به همت این شرکت دانش بنیان از واردات دستگاه تست قطعات هواپیما به کشور بی‌نیاز شدیم. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. وزیر دفاع با اشاره به آغاز حرکت جهشی در این وزارتخانه از 5 برابر شدن صادرات محصولات دفاعی در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت در این مدت تولید محصولات دفاعی نیز 3 برابر شده است. صحنه ای از هدفگیری مقر تروریست های داعش با موشک های بومی هدایت شونده لیزری. یک نمونه از تولیدات وزارت دفاع که آقای وزیر گفت امسال به نسبت سال گذشته 3 برابر شده است. حرکت‌هایی رو که در وزارت دفاع ترسیم کردیم حرکت‌های جهشی است که انشالله همش به نتیجه رسیده و شرایط ما شرایط بسیار ایده‌آلی است. تولید 3 برابری و صادرات 5 برابری محصولات وزارت دفاع در سال جاری صنایع غیر نظامی دانش بنیان را هم در بر می‌گیرد. هم اکنون ما با بیش از 5000 شرکت که تعداد قابل ملاحظه شون دانش بنیان هستند داریم همکاری می‌کنیم. دیدار با بیش از 10 مقام عالی رتبه دفاعی از کشورهای مختلف در سال جاری در رشد صادرات محصولات دفاعی بی تأثیر نبوده است. محصولاتی که یک نمونه از آن مهمات هدایت لیزری توپخانه است. مهماتی که با تاباندن پرتو لیزر به هدف پس از شلیک رد لیزر که به صورت مخروطی 3 بعدی قرار دارد دنبال کرده و به هدف اصابت می کند. به کارگیری این تکنولوژی از 10 سال پیش آغاز شد. حالا ایران جزو 5 کشور تولید کننده مهمات هدایت لیزری توپخانه در سطح جهان است. محمد سالار پایداری حق، خبرگزاری صدا و سیما. مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه استقبال فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طرح فجر تا فطر بیشتر شده گفت این طرح تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت. آقای امراللهی افزود بر اساس این طرح مقرر شد که 34 قلم کالای اساسی و مایحتاج عمومی مردم هم از برنج، مرغ، گوشت قرمز، روغن، لبنیات، حبوبات، چای و کنسرو با تخفیف 10 تا 25 درصدی عرضه شود. مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت امسال عید و ماه مبارک رمضان با یکدیگر تقارن دارند و خرید مردم بیشتر خواهد شد و وظیفه ما این است که کالا را به وفور و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار دهیم. دو
جوان در منطقه آنتاکیای ترکیه پس از حدود 11 روز از زلزله زنده از زیر آوار خارج شدند. مصطفی آوجی یکی از این جوانان بود که هوشیار از زیر آوار خارج شد و توانست خبر زنده بودنش را تلفنی به اقوامش اعلام کند. هیچ بی پروبلم نیو. مصطفی که من دیگه. آفو قدیر این آفو میش کردشی میشه سن. آینه من هم گزه کردشی. قربان از اونم نسایی که بیشنه. آمی آمی من بیشنه من آفو ایزی. بیدنه بیدیه. آقا پروستی. الله سنن دین کتر از اوستو فایدشی. الله سنن اگرچه امیدها برای زنده بیرون آمدن افراد از زیر آوار نسبت به روزهای نخست کاهش یافته، اما عملیات جستجو و نجات در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. مجموع آمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 43,000 کشته و بیش از 120,000 زخمی رسید. اداره بلایای طبیعی ترکیه اعلام کرد اکنون بیشتر تلاش‌ها بر اسکان و توزیع چادر و مایحتاج اولیه میان آوارگان متمرکز است. از زمان وقوع زلزله بیش از 4300 پس لرزه ضبط شده که این پس لرزه ها باعث ترس و نگرانی میان بازماندگان از زلزله می شود. برخی از خبرگزاری ها در ترکیه هم از نارضایتی روستاییان زلزله زده در برخی مناطق حکایت می کند. روستاییان می گویند حدود 11 روز از وقوع زلزله گذشته، اما هیچ کس برای کمک به آنها نیامده و آنها رها شده اند. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در سوریه هم گفت کمبود منابع و حمایت‌های مالی بزرگترین مانع برای کمک به زلزله زدگان سوریه است و برای کمک به مردم این منطقه 4 میلیارد دلار نیاز است. مرحله دوم کمک‌های مردمی از فلسطین هم برای مردم زلزله زده وارد شمال سوریه شد. نهمین هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه ایران در فرودگاه حلب سوریه به زمین نشست. این هواپیما حامل 12 تن مواد غذایی برای مردم زلزله زده شهر حلب است. دیشب هم هشتمین هواپیمای حامل 20 تن کمک‌های بشردوستانه ایران وارد حلب شد. تاکنون 26 کشور جهان بدون توجه به تحریم‌های آمریکا کمک‌های خود را در قالب 130 هواپیما برای مردم زلزله زده سوریه ارسال کردند. نخست وزیر، وزیر بهداشت، رئیس هلال احمر و وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه از کمک‌های ایران به زلزله زدگان این کشور قدردانی کرد. وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان گفت از نخستین لحظات وقوع زلزله سفیر ایران در کنار ما بود و کمک‌های مؤثر و مفیدی از ایران به ما رسید. حسین مخلوف با اشاره به اینکه ایران اولین کشور کمک کننده به ما در زلزله اخیر بوده گفت ایران محموله های بشردوستانه را برای مردم زلزله زده ارسال کرده است. زمین لرزه در شهر آدیامان ترکیه تأسیسات زیربنای این شهر را از بین برده و افراد نجات یافته اکنون به علت قطعی آب و برق و گاز مجبور به خروج از شهر هستند. گزارشی با هم ببینیم از الجزیره در این باره. Life has come to a halt in the Turkish city of Adıyaman since the earthquake struck last week. عقربه های از حرکت باز ایستاده برج ساعت آدیامان بیش از هر چیز دیگری توقف زندگی را در این شهر نشان می‌دهد. No natural gas, no electricity, no water. نه گاز داریم، نه برق، نه آب. هیچی اینجا نداریم. You see, we have lost. همانطوری که مشاهده می‌کنید ما همه چیز را از دست داده‌ایم. هر آنچه که در فروشگاه داشتیم از بین رفته. ما دیگر نمی‌توانیم در چنین شرایطی کسب و کارمون را دوباره راه اندازی کنیم. And around 10,000 people lost their lives. بیش از 1,000 ساختمان در اینجا فرو ریخته و تاکنون حدود 10,000 نفر هم جان باختند. آنهایی که از زلزله جان سالم به در بردند، اکنون برای زنده ماندن با چالش‌های زیادی مواجهند. برای بازسازی شبکه انتقال آب شهر به زمان زیادی نیاز است. حدود 60% از ساکنان شهر برق ندارند. هیچ کدام از ساکنان شهر به گاز دسترسی ندارند. مراد کروم وزیر محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری ترکیه در مصاحبه اعلام کرد دولت چادرهای بیشتری برای ساکنان این منطقه تامین خواهد کرد. وی قول داد که خانه‌های ویران شده هم به سرعت بازسازی شوند.
Now some parts of the city are provided with electricity. برق و آب برخی مناطق در شهر وصل شده و ما در حال بازسازی زیرساخت‌های شهر هستیم. ارزیابی خسارات وارد شده به شبکه انتقال گاز منطقه در حال انجام است. اماکن عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارس و ساختمان‌هایی که دچار خسارات جزئی شدند، جزو اولویت‌های ما در تأمین گاز خواهند بود. ما خانه‌ها را هم در طول یک سال بازسازی خواهیم کرد. According to some reports, برابر برخی گزارش‌ها زمین لرزه بیش از 80 میلیارد دلار به ترکیه خسارت وارد کرده که معادل 10% تولید ناخالص داخلی این کشور است. در شهر آدیامان میزان خسارت‌ها بسیار گسترده است و بی خانمانی نجات یافتگان از زمین لرزه هم در حال تبدیل شدن به بحران انسانی است. نیروهای امداد و نجات در اینجا حالا دیگر صداهای بسیار محدودی را از زیرآوارها میشنوند. به همین علت به تدریج عملیاتشان را از یافتن اجساد با آواربرداری و تامین نیازهای اولیه و اساسی مردم زلزله زده تغییر میدهند. اوکراین تقاضای دریافت کمک‌های تسلیحاتی بیشتر از غرب کرده. با این حال پنتاگون اعلام کرد ناتو نتوانسته تقاضای اوکراین برای تأمین مهمات مورد نیاز را تأمین کند. گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی در این باره. بر اساس گزارش جدید یک اندیشکده امنیت ملی در آمریکا، تولید کنندگان مهمات در این کشور هم اکنون تولید اندکی دارند. برخی از آمارها نشان دهنده این موضوع هستند که میزان تولید مهمات در آمریکا 8-60% کاهش داشته است. با این وجود رئیس جمهور اوکراین هم اکنون خواهان دریافت جت‌های جنگنده از آمریکا و متحدانش است. موضوع دوم در این هفته ماراتون سیاسی و دیپلماتیک ما بود. من درباره تقویت سربازانمان در همه جا صحبت کردم. ما خواهان دریافت موشک‌های دوربرد و تانک شده‌ایم. همچنین خواهان دریافت جنگنده شده‌ایم. It's a very real concern. این مایه نگرانی شدید است. هیچ کدام از ما از جمله آمریکا در حال حاضر مهمات کافی تولید نمی‌کنیم. در این حال اسکات ریتر افسر اطلاعاتی پیشین نیروی دریایی آمریکا به ما گفت که اوکراین به سیاه‌چاله‌ای عمیق برای پول مالیات دهندگان در کشورهای غربی و آمریکا بدل شده است. به نظر من کمک‌های ما به تنش‌ها در اوکراین دامن می‌زند. این تسلیحات شاید سبب تقویت نیروهای اوکراینی شود، اما آنها را از میز مذاکره دور می‌کند. تقویت تسلیحاتی اوکراین هزینه‌های زیادی برای ناتو به همراه دارد. به نظرم این حمایت‌های تسلیحاتی موجه نیست، زیرا روسیه نمی‌خواهد که درگیری را به ماوراء اوکراین گسترش دهد. ناتو می‌خواهد که روسیه را به همگان همانند یک همسایه خطرناک و مخرب جلوه دهد، اما روسیه می‌خواهد که ناتو به منافع امنیت ملی آن احترام بگذارد و یک چارچوب امنیتی جدید را در اروپا ایجاد کند که به روسیه و اروپایی‌ها توجه داشته باشد. هر پولی که در این وضعیت هزینه می‌شود، پولی است که از جیب مالیات دهندگان غربی تلف می‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفت سه شیء ساقط شده بر فراز این کشور اهداف جاسوسی نداشتند. جو بایدن دو هفته پس از ساقط کردن بالون چینی گفت این اشیاء پرنده با هدف تحقیقات علمی و هواشناسی به پرواز درآمده و آمریکا از چین برای هدف قرار دادن آنها عذرخواهی نمی‌کند. بایدن این را هم گفته که برای رقابت و نه درگیری با چین تلاش و به زودی با رئیس جمهور چین صحبت می‌کند. ساقط کردن بالون‌های چینی به تشدید تنش میان پکن و واشنگتن منجر شده و چین تهدید به مقابله به مصر کرده است. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود چین از این بالون‌ها برای جاسوسی استفاده کرده. در شبانه روز گذشته 715 نفر در جهان به سبب ابتلا به کرونا درگذشتند. ژاپن با 172 فوتی و آمریکا با 153 جان باخته بیشترین آمار فوت شدگان را ثبت کردند. پس از این دو کشور برزیل با 120 فوتی قرار دارد. در همین مدت بیش از 109 هزار نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند که بیشترین آمار ابتلا به ترتیب در ژاپن با 21300، تایوان با 16700، روسیه با 14700 و آمریکا با 13400 مبتلا ثبت شده است. درصد مرگ و میر سیاه‌پوستان در کانادا به علت تبعیض نژادی و نابرابری در دریافت خدمات بهداشتی بیشتر از سایر نژادهاست. گزارشی از گلوبال نیوز در این باره.
Canadians might brag about universal healthcare. کانادایی‌ها در سطح جهان در خصوص خدمات سلامت ارائه شده در این کشور به خود می‌بالند، اما یافته‌ها و آمارها نشون میده نابرابری‌هایی در این خصوص وجود داره. We're seeing here racial inequalities that play. ما در کانادا شاهد نابرابری نژادی هستیم که رسما در آمار مرگ و میر نقش داره. A report released by Statistics. گزارشی که از سوی اداره آمار کانادا منتشر شد، نشون میده افراد بزرگسال سیاه‌پوست در برخی از بیماری‌های خاص در مقایسه با همتایان سفیدپوست خود چگونه با خطر افزایش مرگ و میر مواجه هستند. It's important because این مسئله مهم است، زیرا این امر اولین قدم در کاهش نابرابری نژادی در بخش سلامت است. اگر ما اطلاعات نداشته باشیم، نمی‌دانیم با چه چیز مواجه می‌شویم. For black men, the relative risk. برای مردان سیاه‌پوست خطر مرگ بیماران مبتلا به ایس حدوداً 140%، سرطان پانکراس 42% و سرطان پروستات حدود 20%. همچنین برای زنان سیاه‌پوست خطر مرگ در مبتلایان به ایدز بیش از 500%، سرطان دهان 98% و 56% سرطان معده افزایش داشته. Some of these conditions, so things like برخی از این شرایط در بیماری‌های مانند ایدز، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی اگر شناخته شوند، مسئله قابل پیشگیری هستند. Kind of strategy that mobilizes. راهبردی که سرمایه‌گذاری، تحقیقات و تمرکز بر نظارت‌ها را بسیج می‌کند، لازم است تا در بلند مدت بتواند مسئله نابرابری در بخش سلامت را حل کند. ما باید این پژوهش رو گام نخست در مقابله با این نابرابری بدانیم تا بتوانیم این تبعیض نژادی رو از میان برداریم. Advocates are calling for attention. مدافعان سلامت خواستار توجه و اقدام در سطح ملی هستند. 12 تن بر اثر وقوع سیل در آفریقای جنوبی جان خود را از دست دادند. بارش‌ها در آفریقای جنوبی از یک هفته پیش آغاز شده و موجب بروز سیل آب گرفتگی در 7 استان از 9 استان این کشور شده است. سیل در آفریقای جنوبی تخریب راه‌ها و پل‌ها را در پی داشته و دولت در مناطق مختلف این کشور وضع فوق‌العاده اعلام کرده است. آتش سوزی مهیب در ایالت فلوریدای آمریکا. این آتش سوزی ساعت 2 بامداد به وقت محلی در یک شرکت تولید کننده مواد پلاستیکی در مرکز فلوریدا رخ داد. به گفته مقامات آتش نشانی حدود 1 هکتار از سکوهای جنوبی حاوی ظروف پلاستیکی طعمه حریق شده. تلاش ها برای مهار آتش ادامه دارد. به گفته مقامات احتمالاً انفجار گاز پروپان عامل آتش سوزی بوده است. دانش آموخته 91 ساله در مقطع دکترا. آقای غلامرضا کریم‌اللهی، دانشجویی که در 91 سالگی در رشته زبان و ادبیات فارسی دکترا گرفت و با نمره 20 از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل شد. متولد 1310. بله. بله درسته. چند سالتون میشه؟ الان 91. آقای دکتر کریم‌اللهی هدفشون رو موفقیت، اون هم با کسب نمره عالی، عنوان کردن و توصیهشون رو به جوانان با امید آغاز کردن. امید در زندگی هست، تا آخرین نفس باید تلاش کرد و هیچ وقت زحمات هم به هدر نمیره و هیچ چیزی هم به زحمت نمیدن با آدم. و البته از همراهی خانواده مثل فرزند و نوه هم نمیشه بی تفاوت گذشت. خیلی خیلی خوشحالم، واقعا افتخار میکنم به وجود پدر بزرگوارم. پدر بزرگ همیشه مطالعه دارن، یعنی اینطور نبوده که در مقطع دکترا باشد. جلسه دفاع از رساله دانشجوی 91 ساله با حضور 3 استاد راهنما و مشاور و 3 داور داخلی برگزار شد. با حضور اعضای کمیته رساله دکتری در محل پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه تشکیل و بر اساس محتوا و چگونگی ارائه رساله با نمره 20 و درجه عالی مورد قبول هیئت داوران قرار گرفت. اللهم صل علی محمد. در مراحل تحقیقات و مطالعاتشون یه پشتوانه قوی نسبت به موضوع داشتند،
توانستند رساله را بسیار روشمند و علمی و با شیوه های جدید تأثیر پذیری حافظ از قرآن کریم را چه از لحاظ شکلی یعنی صورت و چه از لحاظ معانی و محتوا به خوبی این را انجام برسانند. محمد اسدزاده، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه. جهش 15 پله دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس. رئیس دانشگاه تهران گفت بر اساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس، این دانشگاه در 1.5 سال اخیر در شاخص سرآمدی، تأثیر و شفافیت از رشد متوالی در رتبه جهانی برخوردار شده است. خوشبختانه آخرین آماری که مربوط به سال 2023 که دو سه روز گذشته منتشر شد، بیانگر این هست که باز این روند رشد دانشگاه تهران در این نظام رتبه‌بندی ادامه پیدا کرده و دانشگاه تهران بر اساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس در سال 2023 رتبه 293 دنیا رو کسب کرده که به هر حال این در جای خودش بسیار حائز اهمیت هست و باعث افتخار کشور عزیزمون. رتبه جهانی دانشگاه تهران در ویرایش ژانویه 2022 نظام رتبه‌بندی وبومتریکس 308 بوده که پس از یک سال و بر اساس ویرایش جدید این نظام رتبه‌بندی در 2023 به 293 رسیده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با مردم آذربایجان شرقی شنبه تاریخی ملت را مصداق استمرار استقامت ملی خواندند. استقامتی که از نگاه شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن در مسیر ظهور تعریف می شود. راهپیمایی 22 بهمن امسال مردم از یک انتظار گفتند. منتظرتیم آقا جان، زودتر بیا. ما منتظرشونیم. خیلی منتظرشیم. ان شاء الله زودتر ظهور کنه. برایش گریه کردند. دلم بر تنهاییش می‌سوزد. اللهم اجل ولی کلفم. حتی خواندند به یاد فرمانده شست. این وجود هدیه به شماست. عاشقانه دوستت دارم فرمانده من. این مملکت صاحب داره. صاحب شما آقا امام زمانه. اینجا مردم میخواستند پادر رکابش باشند. او را عاشقانه میخواستند. عاشقشم. میمیرم براش. همه جوره ما پای انقلابی که منتهی میشه به این که پرچم شما بره بالا هستی. تو مسیر شما صد بار کشته بشم و زنده بشم باز میجنگم براتون. در 80 ها هستن که نسل ظهورم. انشاءالله ما بتونیم پای آرمان هامون بیستیم. 22 بهمن قشنگه که امام زمانمون هم حضور داشته باشه. انقلاب کردیم که این پرچم رو بدیم دست امام زمان. عهد می‌برم که تا آخر جونم، تا آخرین قطره جونم پای این ملت، پای این انقلاب، پای این اسلام، پای این ایران بمونم. ازشون میخوام که یه کمکی بهم بکنن، یه قدرتی بهم بدن که بتونم تو این مسیری که در پیش دارم موفق باشم. قول میدم که بتونم با درس خوندنم انقدر واسه پیشرفت جامعه بشم که امام زمانم هم خوشحال کنن. تا شاید نزدیک باشد ظهورش. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما. همه عالم دنبال مهدیان. سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه مشترک آمریکا و شورای هماهنگی خلیج فارس را در راستای راهبرد دیرینه رژیم آمریکا در تفرقه انگیزی بین کشورهای منطقه دانست. آقای کنعانی تأکید کرد فروش میلیاردها دلار سلاح و جنگ افزار از سوی آمریکا به کشورهای منطقه، حمایت از تروریسم تکفیری، استمرار حمایت تمام عیار از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و جنگ ویرانگر چندین ساله علیه ملت یمن ماحصل سیاست‌های مخرب و مداخله جویانه آمریکا در منطقه بوده و ثبات و امنیت منطقه را برهم زده. به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، ایران به پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد و تحت تأثیر فشارهای سیاسی و جوسازی‌های تبلیغاتی قرار نمی‌گیرد. آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ادعاهای بی‌اساس خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح کردند.
هشتمین یادواره لاله‌های زهرایی در شیراز برگزار شده. در این یادواره که به صورت خانوادگی برگزار می‌شود، از چند خانواده شهید امنیت و حادثه تروریستی شاهچراغ قدردانی شد. بر پایه یادواره شهدای لاله‌های زهرایی در شیراز، مراسمی که با سایر یادواره‌های شهدا تفاوت ویژه‌ای داره. اول اینکه اینجا همه با شهدا نسبت دارن. مادر کدوم شهید هست؟ سیاوش شیخی. من هم داییم شهید شده، هم داداشم. خواهر شهیدم. بعدش دیگه مادر شهید، خاله شهید، عمه شهید، زن‌داداش شهید. دوم اینکه همه با هم و همه با متولی برگزاری برنامه نسبت فامیلی دارن. حاج قاسم مفتاح، برادر شهید و رزمنده سالهای جبهه و جنگ، او و همسرش پایه‌گذاران این یادواره شهدا برای 90 شهید فامیلن. پیشبینی کردیم که 500 نفر توی این یادواره حضور پیدا کنن. همه برنامه‌های این یادواره توسط اعضای فامیل انجام میشه، از سرود و سخنرانی و مداحی و ثبت خاطرات، من توی مراسم عکاسی میکنم، تا پذیرایی و نگهداری از بچه‌ها. سرگرمشون میکنیم با انواع اقسام چیه و اونا از سالن و برنامه یادواره استفاده میکنن. این یادواره از یه دعای ندبه هفتگی خونگی شروع شد و ختم شد به تشکیل هیئت انصارالمهدی. خیلی خوبه اینطوری، صله رحمی میشه، دعایی خونده میشه. اول تو خونه بود، دیگه کم کم دیگه گسترش پیدا کرد، دیگه تو حسینی رفتیم. برگزاری اردوهای فرهنگی مذهبی است که ما در سال یک روز اعضای هیئت کلن همه رو جمع میکنیم یه جا که هم تفریح کنن، هم برنامه های فرهنگی ارائه میشه و در کنار اون تو مناسبت های مختلف هم جلسات متعددی داشتیم. حالا این هیئت کمیته های مختلفی داره و همه فعالن. تقریبا تمامی اعضای هیئت خودشون رو عضو کمیته های اصلی هیئت میدونن و موقع کار که میشه همه به هم دیگه کمک میدن توی موضوع. بودجه خاصی از جای خاصی نداریم. همه هزینه های هیئت توسط اعضای هیئت تامین میشه. در پایان یادواره شهدای لاله های زهرایی از دو خانواده شهدای حادثه تروریستی و مدافع امنیت تجلیل شد. راضیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز. مراسم گرامی داشت دومین سالگرد شهادت فرمانده ستاد تفخص شهدا سردار علیرضا گل محمدی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شبستان حضرت زهرا برگزار شد. سردار علیرضا گل محمدی و همرزمش محمود حاجی قاسمی 3 بهمن 1399 در جریان عملیات تفخص پیکرهای شهدا در زورباتیه عراق بر اثر برخورد با مین شهید شدند. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرهای مولد کشاورزی و صنعتی خبر داده و گفته ساخت 5 شهر مولد کشاورزی در سواحل جنوبی به تصویب رسیده است. اینجا شهر جدید رامین در 38 کیلومتری اهواز. نبود فرصت‌های شغلی موجب شده شهری با ظرفیت 65 هزار نفر فقط 1000 نفر جمعیت داشته باشد. خیلی نیومده. بیشترم به خاطر شغل و مشاغل اینا. من الان سال سومم اینجا. بیکاری، من الان تو خونه نشستم. یکی از علت‌های استقبال نکردن مردم از برخی شهرهای جدید فاصله گرفتن از مراکز اشتغال در کلان شهرهاست. به نظر میاد که یه راهش حداقل اینه که ما اسکان اشتغال با هم ببینیم تا احساس هویت ایجاد بشه. مثلا در کشوری مثل آلمان که ما معمولا با صنایع بزرگ خودروسازی و اینا میشناسیمش، بیش از 90% شرکت‌ها شرکت‌های کسب و کارهای کوچیک و خانگی‌اند. و طراحی نشدن شهرها بر اساس آمایش سرزمین. میتونیم آمایش متوازن سرزمین تو مقیاس میلیونی داشته باشیم. ما یکی از همین سواحل جنوبی که از مستعدترین مناطقمون هست که درآمد مناسب، زیست مناسب میشه اونجا داشت. ایجاد شهرها بر اساس آمایش سرزمین و توجه به ظرفیت نوار ساحلی مد نظر دولت قرار گرفته. سرمایه‌گذاری تو این مناطق هم سرمایه تضمین دارد، هم سود سرمایه تضمین داره. سواحل مکران یک گنج پنهانی است. ما در طول سنوات گذشته یک نوع غفلت جدی رو در قبال بهره‌گیری از ظرفیت موجود اونجا داشتیم. بر این اساس مقرر شد 5 شهر مولد کشاورزی در نوار ساحلی جنوب کشور ایجاد شود. قرار است سکونت در 5 شهر ساحلی بر پایه مشاغلی چون تولید محصولات کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری انجام شود. نگاه اشتغال و سکونت رو همزمان داریم دنبال می‌کنیم. شهر مولد
کشاورزی و یا شهرهای مولدی که بتونن در حوزه توانمندسازی اقتصادی خانواده مؤثر باشن در دستور کار مجموعه وزارت راه و شهرسازی داره برنامه‌ریزی میشه. علاوه بر شهرهای مولد کشاورزی، ساخت شهرهای مولد صنعتی هم در دستور کار قرار گرفته است. شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده به زودی تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه با وزارت سمت منعقد می‌کند. مهرنوش نیکنام، خبرگزاری صدا و سیما. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت حدود 50% محصولات تولید شده در بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل می شود. علیرضا مهاجر افزود ضایعات در محصول سبزی بیش از 70%، سیفیجات بیش از 40% و در مابقی محصولات بین 20 تا 25% است که به طور میانگین عددی حدود 50% را نشان می دهد. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود این وزارتخانه با تولید سالانه 125 میلیون تن تولیدات کشاورزی که حدود 5 میلیون تن آن صادر می شود و واردات حدود 22 میلیون تن از این محصولات مسئولیت تأمین غذای مردم کشورمان را بر عهده دارد. کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌های سوخت به مردم بازگردانده می‌شود. به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، از هفته آینده با راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور اطلاع رسانی به افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده اند، مدت انتظار برای متقاضیان کاهش می‌یابد. داستان ادامه دار صدور کارت‌های سوخت المصنا و قول‌های ادامه دار مسئولان، مثلا 15 فروردین، 25 روز نهایت یک ماه دیگه طول می‌کشه، 25 اردیبهشت، تمام‌بندی یک ماه و دو ماه هم کردن که بتونن این کارت سوخت رو تحویل مردم بدن، 4 تیر، تقریبا حدود یک ماه طول بکشه تا دستشون برسه، 10 مهر، ظرف دو ماه آینده کارت سوختشون همه‌شون دستشون خواهد رسید، 24 مهر، تلاش می‌کنن که در اول آذر ما دیگه کارت مجموعه رو انشالله شخصی‌سازیش انجام بدن، 3 دی، سعی میکنم تا پایان دی ما کارت کلی مردم رو تولید کنم در اختیارشون قرار بدیم، و 15 دی، انشالله بتونیم حداکثر تا پایان ماه جاری این فرایند در واقع تولید کارت انجام بشه. وزارت نفتی ها علت این تأخیر را وجود موانعی برای واردات تراشه موجود در کارت های سوخت اعلام کردند. الان با توجه به پیش بینی هایی که انجام شده و خریدها که اتفاق افتاده، به مرور این تراشه ها داره وارد میشه. در حالی که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وعده داده بود که تا پایان دی 900 هزار کارت سوخت را تولید کند و تحویل مردم دهد، بر اساس آمار صنف جایگاهداران سوخت کشور سالانه بیش از 1.5 میلیون کارت سوخت در جایگاه‌های سوخت جا می‌ماند. این کارت‌های جامانده بعد از مدتی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باطل می‌شوند، اما بازگرداندن آنها به مالکانشان می‌تواند راهکاری برای کاهش نیاز به واردات تراشه و مدت انتظار برای صدور کارت سوخت باشد. در کشور سامانه‌های مختلفی وجود داره که از طریق لینک به هم دیگه می‌تونیم اطلاع رسانی بکنیم که حضور داشته باشه در جایگاهی که کارت جامونده و کارتش رو از جایگاه بگیره. مدیر سامانه هوشمند سوخت میگوید راه اندازی سامانه‌ای که صنف جایگاهداران سوخت کشور به عنوان راهکار بیان کرده، ایده است که از چند ماه پیش عملیات اجرایی آن در سامانه هوشمند سوخت آغاز شده است. مردم وارد اینترنت بشن، کافی مشخصات خود رو یا پن کارت سوختشون یا ویایان خود روشون بدن، میتونه ببینه که در کدام جایگاه کارت سوختش مونده. به گفته آقای صادقی، تعداد کارت هایی که مردم در انتظار صدور آنها هستند از 900 هزار به 350 هزار عدد کاهش یافته و تمامی کارت های باقی مانده هم تا نیمه اول اسفند صادر خواهند شد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از رشد 280% تعیین تکلیف اموال تحت اختیار این سازمان در سال 1401 خبر داد. معاون فروش اموال منقول این سازمان گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 21 هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 280% رشد داشته. به گفته آقای غلامی، 3288 میلیارد تومان در بخش استرداد، 8832 میلیارد تومان در بخش فروش، 8098 میلیارد تومان در بخش اعاده و 1027
میلیارد تومان در بخش انهدام تعیین تکلیف شده. آقای غلامی اخذ نکردن مجوز از وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را مهمترین دلیل انهدام کالاها دانست. ثبت سالانه 60,000 مرگ و میر در کشور بر اثر مصرف دخانیات. معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر افزود با افزایش 50% مالیات بر دخانیات میتوان 15% استعمال دخانیات را کاهش داد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی دخانیات سالانه بیش از 8 میلیون نفر را به کام مرگ میبره و در کشور ما نیز دسترسی آسان به محصولات دخانی آمارهای تکان دهنده‌ای به همراه داشته. به جرأت میگم بیش از 60,000 میلیارد تومان هزینه مستقیم درمانه. اگر هزینه ناشی از مصرف دخانیات و سیگار فقط همون بیمارستانی نیست، هزینه دیگه هم تأمین میکنه. حتی آسیب ناشی از مصرف دخانیات گریبان افراد غیر مصرف کننده رو هم میگیره. فوتیایی که ناشی از مصرف مستقیم دخانیات اضافه بکنیم و تعداد حدود 10% این فوتیا یعنی افزایش پیدا میکنه، ناشی از اونی هستن که اصلا سیگار نمیکشن، در معرض دود غیر مستقیم دارن دود سیگار. خب این چه گناهی دارن؟ این در حالیه که حتی نفوذ تولید دخانیات در کشور توانسته بر کشت محصولات سالم هم سایه بندازه. بهترین زمینهای کشاورزی شما که میتونه برای گندم و برنج و دانه های روغنی و نهاده های دامی که محصولات استراتژیک 84 میلیون نفره، ما بیاییم از طریق تبلیغ و از طریق تشویق و ترغیب و دادن پول به کشاورزا زمین کشاورزیشون رو تبدیل بکنن به کشت تنباکو برای اینکه 8 میلیون نفر سیگاری میکشن. اما وقتی صحبت از افزایش مالیات بر دخانیات میشه، صحبت از یک حساب کتاب روشن. دنیا ثابت شده 50% مالیات افزایش پیدا بکنه، حدود تقریبا 15% مصرفش کاهش پیدا میکنه. این چیزی که در صد دنیا اتفاق افتاده. موضوعی که در بودجه 1401 چندان مورد توجه قرار نگرفت. در بودجه 1401 نسبت به پارسال پیشنهاد کمیسیون تلفیق بیش از 32,000 میلیارد تومان بوده، بعد پیشنهاد بعدی 4,700 میلیارد، امسال رسیده به 2,300 میلیارد تومان. و حالا در آخرین روزهای بررسی بودجه 1402 نیز صحبت از بهانه هایی که سد راه افزایش مالیات بر دخانیات شده. شما وقتی روی نرخ رسمی سیگار به ویژه اون بخشیش که تولید داخله یا برند، در واقع تولید تحت برند، یعنی سیگار خارجی که داخل تولید میشه، وقتی روی این مالیات عوار سنگین وضع میکنید، در واقع قاچاق رو افزایش میدید. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما. 13 نشست کتاب فروشان خوشه برگزار شد. بررسی فرصت‌های جدید و استفاده از تجربه فروش کتاب در دوران کرونا برای توزیع بهتر کتاب‌ها از موضوعات اصلی این نشست بود. دوره همی کتاب فروشان، گروهی که مدت‌ها بعد از کرونا توانستند چالش‌های مربوط به عرضه کتاب را بررسی کنند. تصویری از کتاب فروشی های تعطیل شده در ایام کرونا هنوز در ذهن این کتاب فروشان هست، زمانی که مخاطبان به ناچار از فضای مجازی استفاده کردند. اما این کتاب فروشان حالا قصد دارند فروش حضوری را در کنار فروش مجازی تقویت کنند. یکی از مسائلی که در کتاب فروشی ها مطرح شد و خیلی اوج گرفت همین بحث فروش مجازی بود، که خب این تبدیل به یک چالش شده. کتاب فروشی ها چجوری به این مسئله ورود بکنن و که بتونن نقش آفرینی خوبی در حوزه فروش مجازی داشته باشن. تخفیف‌های بالای 50%، تعطیلی کتابفروشی‌های محلی و دور شدن از محیط کتابفروشی که به نوعی تفرجگاه فرهنگی است، دغدغه این کتابفروشان است. این تیپ کتابفروشی که الان همکاران من و دوستان من توی نشست شرکت کردن، که کتابفروشی صرف نیست، این پاتوق فرهنگیه که خیلی مسائل دیگه هم حول اون کتابفروشی داره رخ میده، لذا باید برای تقویت این تلاش کنیم. با این حال برخی از افراد حاضر در این جمع از تهدید شرایط کرونایی که باعث شد کتاب فروشان از فضای مجازی استفاده کنند به عنوان یک فرصت یاد می کنند. این کسب و کار خب مجازی، فضای مجازی، این بستر فضای فیزیکی رو نمیخواد. فرد میتونه تبلیغات رو ببینه، ترویج کتاب رو تو اون زمینه ببینه، اجاره جا نداره، نیرو انسانیش خیلی پایین تر هستش، هزینه‌هاش به شدت پایینه، میتونه تو فضای رقابتی تخفیف‌های چشمگیری بده توی محصولش. کتاب فروشان در این ایام تجربه های مختلفی کسب کردن که حالا در فروش های حضوری خود از آن استفاده می کنن، مثل استفاده از صفحات شخصی در فضای مجازی که در
نهایت وزارت ارشاد را به راه اندازی یک سامانه جامع کتاب فروشی در فضای مجازی سوق داد. کتاب فروشی های همتی بکنن، خودشونو به لحاظ فناوری های نوینتر به روز بکنن و بیان تو این سامانه، ذره زحمت فروش اینترنتی رو متقبل بشن، دامنه مخاطب بیشتری پیدا میکنن. کتاب فروشان حاضر در این نشست فرصتی پیدا کردن تا برای فروش بهتر، قیمت گذاری و آموزش های تخصصی راه حل های خود را مطرح کنند. این کتاب فروش ها در نهایت به این نتیجه رسیدن که برای اینکه کتاب ها راحت تر به دست مخاطب برسه، بهتر از فضای مجازی و امکانات جدید هم استفاده بشه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.